به نام خداوند و عرض سلام و احترام خدمت شما بیننده های عزیز شبکه افغان های با فرهنگ، آرزوی صحت و سلامتی برای همه شما هموطن های عزیزم که ما را در داخل و خارج از افغانستان میبینین و شما تقدیم میکنم. امروز روز اول 1402 هجری شمسی است و ما براتون دو تا مبارک باد میگم. اولا فرارسیدن حلول ماه مبارک رمضان و با امید طاعت و قبولی عبادات همه ما شما، و دوم تبریکی هم فرارسیدن بهار 1402 هجری شمسی است که از صمیم قلب بر شما هموطن عزیز و مبارک باد میگم، با امید از اینکه امسال سال خوش بر شما هموطنان نهایت عزیز و گرامی و همچنان بر تمام افغانستان عزیز ما باشه. ما امروز سفر خدا آغاز کردیم از شهدای صالحین و جایی که شما در تصویر مشاهده میکنین امی لحظه از زیارت تمیم صاحب انصار است. تمیم صاحب انصار شخصت و ولی خدا است که آرامگاهش در شهدای صالحین کابل قرار دارن. ما میخواییم که به خیر سفر امروزی نوروزی خود از همی سه آغاز کنیم. با هموطن عزیز خودم صحبت خواد کردیم و میریم دعا میکنیم هم به شما، هم به خود و هم برای صلح و آبادی وطن عزیز ما. پس این گزارش از همینجا تعقیب کنین و تا آخرین لحظات مرا تنها نگذارین. با هم میریم. بله دوستان نهایت عزیزم، خوشحال هستم از اینکه شما بیننده برنامه هستین. من در ابتدای برنامه براتون گفتم که ما به خیر سفر امروزی خود از شهدای صالحین آغاز میکنیم و اینجا جایی است که همه کابلی ها و همه افغانستان خاطرات زیاد دارن و نام شهدای صالحین در تاریخ کشور ما شما ثبت است. ما اومدم به زیارت تمیم صاحب انصار و اینجا میخوایم که بر شما معلومات بیشتر خادم امی زیارت بر ما شما معلومات بیشتر بتن در مورد تاریخ و شخصیت بزرگ ایشان. اما تو ما میریم بخیر زیارت رو میبینیم، دعا میکنیم و شما هم در این سفر مرا همراه باشین. اولا میخوایم که معرفی شوین ممرای کاکا. سلام علیکم کاکا. سلام علیکم برادر گل، خوب هستین؟ صاحب بخیر هستین؟ جور هستین؟ با عزت باشین، سلامت باشین. میشه اول خدمت ملت عزیز خود یک معرفی کنین و اینجا شما بگین مسئول چیکارو هستین؟ اسم ما حاجی نیاز محمد است، خادم جناب حضرت تمیم انصار و جبیر انصار مبارک است. یعنی وظیفه می نمیست کمی فعلا هم در گلخانه می دیدین که گلای مبارک دست می زنم، یعنی پاکاری مبارک می کنم دیگه برادر، یعنی میگه وظیفه ما است. خب چه وقت شما خادم اینجا هستین؟ والا تقریبا یک 35 سال است ما اینجا هستم. ماشاءالله 35 سال است کاکا خدمت میکنه. ببخشید من نامتون یک بار دیگه. حاجی نیاز محمد. از حاجی صاحب ما خواهش میکنیم که ما را زیارت ببرن و قصه های دیگه هم امرایشان میکنیم، بعد سوالات داریم که بخیر خواهد دیدیم. کاکا میگن اینجا دو تا مرقد است، امی دو تا مرقد بر دوستا تشریح کنین. من خودم تا حال دوستا فکر میکردم یک مرقد است، اما این هم باز هم ممکن بود معلومات ما شما است. بیشتر جزیات از کاکا میشنیم. اینجا خود دو مرقد است، یکی جناب حضرت تمیم انصار و یکی حضرت جبیر انصار رضی الله تعالی عنه، دو اصحاب جل قد پیغمبر است. اینا در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه داخل افغانستان آمدند. اینا برادر 1400 سال است، 1400 سال از اینا میگذرد. دیگر یا از موقع فتر برادر داخل افغانستان آمده به خاطر اسلام، به خاطر اینمی که این مملکت کلی بودایی بدن، کلی به دین اسلام، از برکت قدوم از امی آمدن، از برکت قدوم از یا مسلمان شدی مردم.
خیلی ببینیم، بسیار تشکر. دقیقا ما اگر تاریخ بخوانیم، دین مبارک اسلام توسط اصحاب مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به افغانستان آورده شده است و شخصیت تمیم انصار و حضرت جبیر انصار رضی الله تعالی عنه هم شجرهشان به اینا برمیگرده. خیکاکو ما شما میریم داخل زیارت به ما نشان بدین که مردم هم ببینن، هموطنان عزیز ما که در خارج از افغانستان میبینن، خاطراتشان هم زنده شوند و گپای دیگر هم انشاءالله که در چیز خاطر گفتیم. دوست عزیز شما هم ما را همکار و همراه باشین. دوستان نهایت عزیز، ما آمدیم داخل مرقد مبارک حضرت تمیم صاحب انصار و جبیر انصار، همراه با حاجی صاحب گرامی هستیم، خادم زیارت. حاجی صاحب، از تاریخچه از زیارت خبر دارین؟ چی وقت ساخته شده این ساختمان؟ از در کدام دوره ساخته شده؟ جناب محترم، مرقد مبارک در زمان حکومت داوود خان جور شده، یعنی گنبد جوازم حکومت نادرخان و ظاهرخان جور شده. دیگه بادجی که بالشترش گنبد است، زمان از می یک در زمان حوال حکومت اشرف غنی بود که ناصر بیر برادر یک چند نفر تاجراست که مسجد بالا را صاحب تا چهار منزل جور کردن و این گنبد بالای شما ما جور کرده. از مو آیات قرآن از میشان بالا مردم تاجر جور کرد، پانش برادر در زمان حکومت ظاهرخان که نادرخان پدر ظاهرخان میشد، اونا برادر جور کردن. مرقدای مبارک توسط داوود خان. بسیار خوب، هر دو مرقد فکر کنم کمیجا قرار دارن، درست است؟ پولیشن یکی حضرت جبیر رضی الله تعالی عنه، اینا مبارکای این می شخصیت است. اینا خوب بچش میبینین، از نگاه کل کارشان سعی کنین که برادر این مبارکا کل شینمات پاک ستر است. خیلی ببینیم، بسیار دو تشکر. آها، دوستان عزیز، شما در تصویر میبینین که تاریخچه نشته است. ما براتون در تصویر نشان میدیم که شما جزئیات بیشتر، حتی اگر میتونین عکس بگیرین و معلومات بیشتر در مورد از این شخصیت بزرگوار داشته باشین. ادامه برنامه را با ما فراموش نکنید.
سلامتان های عزیز، خوش آمدین باز هم و شما تصویرها رو دیدین از داخل زیارت مبارک تمیم صاحب انصار و حضرت جبیر انصار. ما هم میخوایم که برایم به خیر همونطور سفر نوروزی و بهاری خود آغاز کنیم و بریم. من تا اینجا نظر ما امرای جوان ها افتید، بیروبار مردم ثانیه به ثانیه و دقیقه به دقیقه و زیارت زیاد شده میره، همگی از جاهای مختلف کابل میان برای دعا کردن و یک رسم بوده که از سابق مانده، خصوصا در روزای نوروز مردم میان به این زیارت. اینجا یک تعداد جوان ها هست، من میخوام که امراشون صحبت کنم و شما همین گزارش را ببینین و که از اینام صحبت های خواهد داشتیم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ میشه که اول خود یک معرفی کنیم به همتان های عزیز ما؟ سلام علیکم، بدار خوب هستیم، بخیر است. اسمم زبی اولاس است، کابل هستیم. به خاطر چکر آمدیم زیارت صاحب تمیم انصار صاحب سال نو است، امروز تجلیل میکنیم و زیارت آمدیم، یک زیارت کردیم. بسیار خوب، چی مصروفیت داری عزیز بدر؟ مصروفیت دکاندار هستیم. دکاندار هستین؟ از سابق وقتا به زیارت تمیم صاحب انصار میامدین یا امسال سال اول است؟ زیاد تقریبا 10 سال شد که ما میایم نمیجا، دیگه سالا نسبتا به امسال رش زیاد می بود، بیروبار زیاد می بود، استقام مردم زیاد بود. امسال قدر چیزی نیست، نفر قدر نیست. خیر باشه، با امید از اینکه انشالله دوباره بتونیم ما هم افغان ها کنار هم جمع باشیم و بهار با هم یکی دیگر تجلیل کنیم. خب عزیز برادر، امروز میخوای که در بهار کل روز همینجا تیر کنی یا میخوای امروی رفیقا بری بگان جای چکر؟ بهار است، روز اول میخوای با فامیل باشی، با رفیقا جای تصمیم داری بری چیکار کنی؟ دیگه جای چکر میریم، سر تفه نادرخان هم میریم، اونجا گودی فرنبازی است، دیگه جام یک چند ساعتی هستیم میریم اونجا. بسیار خوب، نگفته نباید گذاشت که ما امروز به خیر تصمیم داریم به تپه نادرخان کابل بریم. خب گودی پران گفتی که چرخه و تار از خودت است؟ تار از خودم است، میگیریم و میاری از بازار میگیریم و میریم اونجا گودی فرنبازی میکنیم، چون سال خوشی است، سال 1402 و آمده دیگه، انشالله سال ما خوش بگذره. خوب است انشالله که سالتان خوش بگذره. بسیار زیاد تشکر، بازم بهار به شما تبریک باشه. بسیار تشکر، سلامت باشین. با یک عزیز دیگه هم صحبت خود کردیم و شما ما را همکار باشین، دوستا زیاد هستن ماشاءالله، میخوایم که با یکشان صحبت کنیم. کی میخواد صحبت کنم برای ما؟ سلام علیکم، مادر باشین، خوب هستین؟ بخیر ساعتتون خوب است؟ جور است انشالله، بخیر است. آرش محترم، میشه که معرفی کنین خودتان؟ نام خودم تو چریب خندانم. کسایی که ما را مکنون میبینن دیگه سلام های گرم برشان باشد و دیگه سال است پر از محبت و دیگه خداوند یک صلح و آرامی در وطن ما شما بر هم و ما شما را دیگه با صلح با عزت زندگی کنید. الهی آمین، الهی آمین. قاریس محترم، سال 1402 چطور آغاز کردی و چطور خواستی که امروز آغاز سال اول صبح بیای به زیارت تمیم صاحب انصار؟ والله جای تاریخی است، چیز نیست که ما دو میایم، خب بعضی وقت میایم جای تاریخی دیدن میکنیم، خوب است. بزرگا سن اینجا باید یک دیدن شو، سایه تاریخی است، هر کسی به مثال دفتر دما دست بدون سال این مطرح نیست که بعد سال نو ما تو بیایم. دیگه جای تاریخی است، بچه کار است، دیگه غم و بسیار رنج خدا وطن زیاد است، کدام مش آدم پورا کنه؟ همین یگان روزا بیا آدم ساتری کنه، این طرف دو سال ببینن دیگه جای تاریخی خدا ببینن، ببینن که وطن ما تو چیزا است، ای تو شخصای پاکی تو مردم آمدن دیجه مادر دیگه نمی آمدیم، به خاطر دیدن آمدیم، طرف میگردیم، باز خود رفتیم بخیر طرف تپه ملنجان هم خود رفتیم اونجا ببینیم دیگه. تپه ملنجان چی گپ است؟ همینجا دیگه چیز میگم، تپه نادرخان میگم، تپه نادرخان، امروز میله گودی پران بازی دوست عزیز. خب بسیار خوب، یک سوال که از پرسان میکنم، در سال 1401 به هدفهایت رسیدی نرسیدی؟ به امسال هم هدف تعیین کردی بخیر که به مو هدف و پلانهایت بخیر برسی؟ فضل خدا است، فضل خدا، چیزی که خواستیم انشالله با او رسیدیم و انشالله میرسیم با کمک خداوند و با انشالله دعای والدین باشد، انشالله هر چیز میشود دیگه. ما یک تقاضا را داریم انشالله که همه ما شما دست به دست شویم، دابادی کشور انشالله سهم بگیریم، خداوند بخیر جور میکند دیگه. این صلح می به خداوند دیگه دولت مدارای ما را توفیق اعمال نصیب کنه، خدمت کنند بر مردم دیگه. نمی گفتنی داریم، اتخاذ گفتنی نداریم دیگه. بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد تشکر، بازم سال نو به شما یک سال پر از خوشی باشه انشالله، که به تمام جوان های عزیز ما خیر بیرین، سلامت باشین. ممنون از شما همتان عزیز که بیننده هستین، شما بیننده برنامه ما باشین، ما به خیر سفر شهدای صالحین ادامه میتیم و میریم به خیر طرف زیارت پنجه شاه و بعد از او هم به خیر متخاد رفتیم به میلزارهای کابل و ببینیم که همتان عزیز ما امروز اولین روز بهار چگونه تجلیل میکنن. تشکر از اینکه بیننده هستیم.